آقای امینی، خوش سفر باشین. کجا سپاسگزارم. رفتین؟ من در کانادا بودم، میهمان گروهی از دوستان بودم در دو شهر، در دیداری هم داشتم در اتاوا با دارنده تلویزیون اندیشه، شامی هم با هم بودیم و گفتگوهای خوبی هم داشتیم و خیلی هم خوش گذشت و سپاسگزار ایشان هم هستم. سلام هم رسوندین لابد. میهمان نوازی گرمی هم کردن، سلام شما رو هم رسوندم، سلام دیگران رو هم رسوندم. ولی دو برنامه داشتم، یکی در شهر تورانتو بود. در شهر تورانتو به دعوت یک کتاب فروشی نام‌آوری که در اون شهر هست، پگاه، برنامه داشتم درباره کارنامه و زمانه زندیات محمد مصدق به بهانه انتشار کتاب دفتر هنر ویژه دکتر محمد مصدق از سوی بیژن اسدی‌پور. البته آقای اسدی‌پور در این سفر همراه من نبودند، ولی برنامه بسیار گرمی بود با هم‌میهنان در شهر تورانتو. و سپس دو روز پس از آن به شهر مونترال رفتم و در مونترال برنامه بسیار بسیار گرمی، با اینکه گمان می‌کردم که شمار اندکی از هم‌میهنان به این برنامه بیایند، ولی شمار بسیاری به این برنامه آمده بودند، درباره بغرنج کردستان، نگاهی به تاریخ کردستان، نگاهی به زندگی و سرنوشت مردم کرد و کرد زبان در ایران، و همچنین یک گفتگو با هم میهنان درباره آینده مردم کرد در چارچوب ایران و در سرتاسر منطقه داشتم که خیلی مورد استقبال قرار گرفت و به همین دلیل هم باز دعوت کردن که در ماه می برای برنامه دیگری به کانادا بازگردم. ممنونم آقای امینی. اما ما در برنامه برگی از تاریخ، برنامه ای رو به موضوع و تاریخ کردستان اختصاص ندادیم. موافقید که امروز اگر زمانی باقی ماند به این موضوع بپردازیم، یا هفته آینده تمام برنامه رو اختصاص بدهیم به این موضوع؟ با کمال میل. من چون میدونید نگاهی داشتم از سه زاویه، نخست از نقطه نظر تاریخی و مردم شناسانه، یعنی درباره این که مردم کرد اصولاً چه پیوند و چه گسستهایی با تاریخ ایران داشتند و چه نزدیکیهایی با میان زبان فارسی و زبان کردی وجود داشته و پیوندهای تاریخی که میان مردم کرد و دیگر مردم ایران از دوران آمدن آریایی ها به این سرزمین وجود داشته. آیا مردم کرد یکی از سه گروه آریایی هستند که به این فلات ایران آمدن، یا پیش از کوچ آریاییان در این سرزمین میزیستند؟ اختلاف نظرهایی که در این زمینه وجود دارد، به طور کلی پیوند و نزدیکی مردم کرد با دیگر مردم ایران در درازهای تاریخ پس از اسلام و سرانجام پیدایش رگه‌هایی از ناسیونالیسم کرد در این سرزمین گسترده کردستان یا کردنشین، که اینک در مردم کرد در چهار کشور، به ویژه در سه کشور ترکیه امروز، عراق و ایران، و گروه کمتری در سوریه زندگی می‌کنند. همچنین سخنی داشتم درباره این که آینده اونها چگونه خواهد بود. آیا این استقلال طلبی در کردستان عراق به سود مردم کرد خواهد بود؟ آیا میتوان امروز در ترکیه که بخش بزرگی از مردم کرد زبان و کرد تبار در بخش‌های غیر کرد نشین ترکیه زندگی میکنند، اینها رو به سرزمین‌های تاریخی کرد نشین ترکیه بازگردان و از آنها یک به هر حال یک سرزمین و اقلیمی به وجود آورد؟ و به ویژه در مورد ایران، این پیوستگی ها و پیوند های تاریخی که در میان مردم کرد و دیگر مردم ایران به وجود آمده و اینک شاید بیش از 40% مردم کرد زبان و کرد تبار در بیرون از سرزمین باستانی و تاریخی کرد ها زندگی می کنند، آینده اونها چه خواهد بود؟ درباره حقوق مردم برای سخن گفتن به زبان مادری و سرانجام هم گرفتاری ها و بغرنج های سیاسی که امروز بر ایران چیره است و یک دولت شیعه مذهب کوشش می کند اراده خودش رو بر بیشتر مردم کرد یا بر مردم کرد که بیشتر اونها اهل سنت هستند تحمیل کنه، چه پیامدهایی خواهد داشت و چگونه ما می توانیم در یک
ایران دموکراتیک مردم کرد رو به عنوان بخشی از مردم کردتبار و بخشی از مردم ایران به سوی یک دموکراسی و عدالت اجتماعی و حقوق بشر با هم رهنمون شویم. بله آقای امینی، در این روزهای گذشته مهمترین مسئله ایران چنان که می دانید زلزله مخوف کرمانشاه و شهرک های پیرامونی بود، نواحی مرزی کشور. در این باره بسیار گفتند و بسیار مطالبی چاپ شده و یکی از مطالبی که نظر من خیلی جلب کرد این که در مورد مسکن مهر که تبدیل شده بود به یه مشت نمیدونم خلاصه آجر ماجر تکه پاره شده، مسکن مهر در اونجا در کرمانشاه. بعد آقای جهانگیری معاون رئیس جمهور رژیم گفته بود که انتقاد کرده بود از ماجرای ساخت مسکن مهر، و آقای حقانی که یکی از مقام‌های بلندپایه دفتر آقای خامنه‌ای است به منتقدان مسکن مهر به خصوص آقای جهانگیری حمله کرده بود که خدا لعنتش کنه که همچه حرفی زده، در حالی که عکس نشون میده، یعنی رودکی هم میتونه ببینه. ببینید جناب مهری، زلزله یک پدیده طبیعی است، یعنی هیچ کس نمیتواند، البته در ادامه برنامه همون گونه که پیش از برنامه با هم سخن گفتیم درباره زلزله به عنوان یک رویداد الهی سخن خواهیم گفت. از نظر علمی امروز میدانیم زلزله یک رویداد طبیعی است و در بخش‌های از جهان بیشتر از دیگر بخش‌های جهان، دیگر مناطق جهان روی می‌دهد. ایران یکی از مناطق زلزله خیز جهان هست و بارها در ایران زلزله‌های بسیار بزرگی روی داده. مسئله بر سر این نیست که آیا زلزله روی می‌دهد یا نمی‌دهد. در کشوری که زلزله بارها روی داده و میدانیم در کجای این سرزمین جایهایی است که زلزله بیش از بخش‌های دیگر ایران روی می‌دهد، دولت‌ها برای بنای ساختمان‌ها باید معیارهای خیلی دقیق‌تری رو دنبال کنند. حالا در ایران که به ویژه همه پروژه‌های بزرگ سازندگی در دست خود دولت است، فساد و تبهکاری‌هایی که در درون این دولت انجام می‌شود زیان‌های کلانی رو به مردم می‌رسانه. در چند سال پیش در آستانه انقلاب 57 در شهریور ماه 1357 که زلزله بزرگ طبس روی داد، آیت‌الله خمینی در اون هنگام در پاریس بود، اعلامیه منتشر کرد افسون بر دروغی که درباره کشته شدن بیش از 4000 نفر به دست سربازان اسرائیلی که به ایران آورده شده بودند در روز 17 شهریور سخن گفت. از زلزله 25 شهریور در طبس سخن به زبان آورد و گناه زلزله رو بر گردن محمد رضا شاه و رژیم پهلوی نهاد و گفت این دزدی هایی که در ایران شده ویرانی خانه ها رو باعث شده و خانه هایی که از کاهگل و خانه هایی که از هیچ چیزی غیر قابل مقاومت ساخته شده بوده بر سر مردم خراب شده و زلزله بلای آسمانی نیست بلکه بلای دولتی است، یعنی پیامد زلزله. حالا سخن بر سر این است که 39 سال پس از فرمایشات آقای خمینی، امروز که این ساختمان ها دیگر کارگلی نیستند، ظاهراً با پول مردم با درآمد نفت و گاز بنا می شوند و نام بسیار بی مسمایی هم بر اونها گذاشتند، این خانه ها چگونه در این زلزله ها ویران می شوند و مردم بسیاری کشته و مجروح می شوند؟ و افسون بر این، مگر نه این است که یکی از وظایف دولت آمادگی برای رساندن کمک فوری به مردمی که در یکی از بزرگترین، نزدیک یکی از بزرگترین کلان شهرهای ایران زندگی می کنند؟ کرمانشاه هشتمین یا نهمین کلان شهر بزرگ ایران است، شهری نیست که دور از دسترس باشد.
و چگونه است که نمیتوانند کمک لازم رو در کوتاه‌ترین زمان به این مردم برسانند. و به راستی دردناک است در سایه حکومتی که ادعا میکند ایران رو بسیار توانا کرده، برای مردم یمن و لبنان و عراق بیشتر خودکشون میکنن، بیشتر اظهار دلسوزی میکنن تا برای مردم کرمانشاه. اما نکته ای رو هم در اینجا باید بیافزایم جناب مهری، در این سالهای گذشته بر این تبل توخالی قومگرایی بسیار کوبیدند و در شیپور پر از دروغ ستیز قومی در ایران بسیار دمیدند. سخن از این که کردستان و مردم کرد زیر ستم فارس ها هستند و چیزهای از این دست. نگاه کنید به این واقعیت که بیشتر مردمی که خانه بر سر اونها ویران شده مردم کردتبار در مناطق غربی ایران بودند. ببینید ایرانیان از هر گوش و کنار بدون توجه به اینکه از کدام تیر و تبار، از کدام خاندان و از کدام طبقه و از کدام گروه زبانی هستند و به کدام آیین باور دارند، ببینید با چه شوق و شور و شوقی بدون یاری دولت به راستی خودشان به پشتیبانی مردم زلزله زده شتافتند و در داخل و خارج از کشور بدون ریا، بدون تزویر، به راستی برای هممیهنان خودشون کوشش کردند. ما همه مردم ایران هستیم، از هر تیر و تبار و هر گوشه ایران که به درد آید، همان گونه که سعدی هم در اون سروده که در سازمان ملل آمده، چو عضوی به درد آورد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار. ما مردم این سرزمین هستیم و در این رویدادها چه شادی مثلا ورود ایران به جام جهانی و چه غم زلزله در میان مردم کرد، اینها ما ایرانیان رو با هم یکی میکنه و یک نوع یک رنگی و یک دستی میان ما به وجود می آورد و این نوع اندیشه های قومگرایی جدایی طلبی رو در ایران رسوا میکنه. آقای امینی، ما در هفته های گذشته به تاریخ پیدایش روحانیت شیعی و همچنین به وجود آمدن واژه هایی همانند آیت الله و غیره پرداختیم. بفرمایید موضوع زلزله از نظر علمی چه تفاوت هایی با دیدگاه ها و تفاسیر روحانیت و فقیهان شیعی در این زمینه داره؟ جناب مهری، زلزله یا چیزهایی مانند جزرومت، اینها در فرهنگ ها و تمدن های کهن یونان، روم و ایران شناخته شده بوده، ولی در باورهای دینی یک نوع آهنگ خرافی پیدا کرده، حتی از حوزه ایمانی هم خارج شده، تبدیل شده به یک نوع برداشت های بسیار بسیار بیمایه و فرومایه که بارها و بارها برای مردم بازگو می کنند. اجازه بدید که از برگ 98 کتاب شیگری کسروی، ویرایش خود من، یعنی اونجایی که من به اون افزودم، از زبان کسروی که او از زبان ملایان این رو بازگو میکنه برای شما بخوانم. میگوید که اهل شام پرسیدند از جزرومت، پاسخ داد فرشته است به نام رومان، گماشته شده به دریاها، چون پایش را به دریا گذارد بالا آید و چون بیرون آورد پایین رود. اجازه بدید همین جای توضیح بدم. این شناخته شدن جزرومت در میان ایرانیان تا اونجایی است که می‌دانیم که واژه‌های بسیار زیبایی در زبان فارسی های مهری ما داریم برای جزرومت، فروداهنج و براهنج. اینا واژه‌های کهنی است که در بندهش به اون اشاره شده و واژه بسیار زیبایی هم است، فروداهنج و براهنج به جای جزرومت. فروداهنج و براهنج. پرسیدم زمین بر چه چیز است؟ گفت بر ماهی. پرسیدم ماهی بر چیست؟ گفت بر آب. گفتم آب بر چیست؟ گفت بر سنگ. گفتم سنگ بر چیست؟
گفت بر شاخ گاو میش. و سپس کسروی اشاره می کند آیا این هاست دانش ها، دانش های گذشته و آینده؟ آیا شرم‌آور نیست که کسانی به این گونه سخنان بنازند و آنها را به نخ دانشمندان کشند؟ آیا شرم‌آور نیست که بگویند امامان ما این دانش ها را می دانستند؟ البته کسروی این یادداشت ها را از کتاب کافی، الکافی یا کافی و همچنین از علل الشرایع آورده. این چه کتاباییه؟ کافی یکی از چهار کتاب برجسته فقه روایی شیعه است. خب نه، کتاب های زیادی ما داریم ولی در شیعه داریم که چهار کتاب به نام کتب اربعه، کتاب های چهارگانه فقه روایی است که نخستین اونها کتاب کافی یا الکافی است که این رو کلینی نوشته و نام‌آور به کلینی، ابو جعفر محمد ابن محمد رازی نام‌آور به کلینی. دومی هم کتابی است به نام علل الشرایع، این رو ابو جعفر محمد ابن علی ابن علی قومی نام‌آور به ابن بابویه یا ابن بابه نوشته که همان شیخ صدوق است که خود او هم کتابی درباره یکی از کتاب‌های او، کتاب‌های چهارگانه فقه روایی است. اینها رو کسروی از اون یاد میکنه. البته درباره زلزله امروز شما با من که صحبت میکردید گفتید که گویا در نماز جمعه چند سال پیش هم فرمایشاتی یکی از امام جمعه ها کرده که این رو به برده خود شما میگذارم به اون اشاره کنید. بله یادم نیست چی گفتم. اشاره کرده بودید، از اشاره کردید، یادداشتی داشتید، من همین رو رفتم و یافتم اتفاقا وقتی با من صحبت میکردید، در مورد یکی از این کسانی که در نماز جمعه آقای کاظم صدیقی در دوران آقای بله در دوران آقای احمدی نژاد خیلی پیش، ایشان خطیب موقت نماز جمعه تهران بودند. یادداشت رو خودتون دارید یا من اینو بخونم؟ من ندارم اینجا. بله بله، شما به من گفتید و من رفتم پیدا کردم. گفته است که ایشان گفتن که گناه در جامعه ما زیاد شده، گناهان صغیره مثل برخی بی‌توجهی که برخی بانوان دارند، یعنی بی‌حجابی، یا بعضن جوانانی که بر سر کوچه ها اذیت و چشم شرانی ها می کنند، یا برخی از خانواده ها در سفرها رعایت اصول و ارزش های دینی را نگاه نمی کنند زیاد شده است. بعد سپس می افزاید که وقت می گوید که از زبان یکی از امامان ایشان می افزاید که این رفتارها طغیان بلهوسی است و این طغیان بلهوسی یک نوع بلاهای آسمانی به دنبال داره. وقتی ایشان می فرماید وقتی زنا توسعه پیدا کند زلزله فراوان می شود، یعنی اگر مرد و زنی با هم روابط جنسی خارج از روابط خانوادگی داشته باشند، خداوند که اون بالا نشسته خیلی خشمگین میشه و زلزله بر سر اونها فرود می آورد. و معلوم نیست که اون بدبخت هایی که در این کار این آدم ها درگیر نبودن اونها چرا کشته می شوند. نمیدانم در کرمانشاه زنا زیاد شده یا اینکه جای دیگر زنا شده و بلا رو خداوند بر سر مردم بخت برگشته کرمانشاه آورده. بعد میگوید که یکی از اولیای الهی که از دست مبارک حضرت امیر در عالم مکاشفه جا می گرفتن و بینش خاصی نسبت به قرآن پیدا کردن به من فرمودند. ببینید این امام جمعه تهران در حدود 10 سال پیشه یا 8 سال پیشه. این یکی از اولیای الهی از دست امیرالمومنین یه چیزی گرفته و با ایشان صحبت کرده، یعنی این آقایی که با ایشان صحبت کرده رفته به تاریخ و از دست علی ابن ابی طالب یه جامی گرفته. ایشان به من گفتند که به مردم بگویی که توبه عمومی کنن، چرا که بلاها تهدید میکنن، جدی بگیرید، زلزله در پیش است. خب این سخنان آدمی است که امام جمعه موقت پایتخت
عهد کشوری بوده که در آن در درازای تاریخ ما آدم‌هایی داشتیم، آدم‌های برجسته‌ای مثل ابن اسحاق کندی یا ابو معشر بلخی که اینها با دانش خودشون از راه آشنایی با دانش یونان و یا دانش کشورهای دیگر یا حتی دانش خود ایرانیان به اون دست یافته بودند، خیلی از این رویدادهای طبیعی رو می‌دانستند زمینه اونها در چیست. ولی این آدم ها میآیند و با خرافات چنین داوری هایی رو در میان مردم روان می کنند. این در آثار علمای شیعه قرن های اخیر هم هست این چیزا؟ بله، خوب شد پرسیدید. کتابی است به نام میزان الحکمه، میزان الحکمه یا میزان حکمت. این یک کتاب روایی است که آقای ری شهری نوشته. این آقای ری شهری گمان میکنم این کتاب نزدیک به شاید 10 جلد باشه که ایشان تهیه کردن اگر اشتباه نکنم. آقای ری شهری البته از خودشون اینها رو نساخته، اما از لابلای دیگر کتاب‌های روایی که ایشان گردآوری کرده درباره همین مسائل مربوط به زلزله و رویدادهای طبیعی داوری میکنه از زبان امامان شیعه. من یکی دو موردشو برای شما میخوانم. امام صادق فرمودن که فلان کس بیندیش، اگر کسی گفت چرا این زمین میلرزد، به او گفته شود زلزله و مانند آن پند و هشدارهایی است که مردم را تهدید میکند تا رعایت کنند و از گناهان دست بردارند. یعنی این خداوند رحمان و رحیم هنگامی که میبیند گناهان زیاد شد زلزله میفرستد و کودکان بخت برگشته ای که هنوز هیچ گناهی نکردند و اصلا نمیدانند گناه چیست، اینها را زیر آوار میکشد برای که اون دیگران درس بگیرند کمتر گناه بکنند. از زبان علی ابن ابی طالب میگوید که ای مردم، همانا خداوند عوام را به سبب گناه خواص کیفر نکند. اگر خواص بدون اینکه عوامل بداند در پنهانی کار بد انجام دهند، اگر خواص آشکارا مرتکب کار بد شوند و عوام آن را تغییر ندهند، هر دو گروه از ناحیه خداوند سزاوار کیفر می‌گردند. من فارسی پر از عربی ایشان رو اندکی برگرداندم تا قابل فهم بشود. میگوید که علی ابن ابی طالب نخستین امام شیعی خلیفه چهارم گفته است، البته باز به روایت این آقای محمد ری شهری، محمدی ری شهری گفته است که بنا نیست خداوند عوام رو، توده مردم رو به دلیل گناه خواص یا گروه کوچکی مجازات کنه، اما اگر اون عوام، توده مردم جلوی کارهای این گروه ویژه رو نگیرد، خداوند تر و خشک رو با هم خواهد سوزاند و انتقام گناهان این گروه کوچک رو از همه مردم خواهد گرفت. نگاه کنید تا چند اندازه یک برداشت‌های پلیدی رو در میان مردم رواج میدهد. این آقای ری شهری یکی از بلندپایه‌ترین قضات و یکی از بلندپایه‌ترین حاکمان شهر در ایران بود که بسیاری به فرمان و به دست او کشته شدند. و این آقای نظامیان. بله. به خصوص بسیاری از نظامیان. بله، بسیاری از افسران و امیران رژیم گذشته به دست او کشته شدند یا به فرمان او کشته شدند. آدمی بود شاید بدخیمتر از آقای خلخالی که شما با او مصاحبه کردید، و آدمی بود که گویا یکی از فرزندان خودش رو محکوم به مرگ کرده بود به جرم همکاری با سازمان مجاهدین یا منافقین به قول اونها، تا اونجایی که من به یادم هست در اون دوران. و این آدم در واقع دارد به مردم میگوید در این کتابی که نوشته و به خرج و به پول مردم و هزینه مردم به چاپ رسیده
که برای این خدایی که شما میگویید رحمان و رحیم، این خدای بیرحمی است، این خدایی است که اگر شما توده مردم عوام جلوی گناهان این گروه اندک رو نگیرید، دیوار بر سر شما خراب خواهد کرد، زلزله به سر شما خواهد آورد. من نمیدانم این خدایی که اینها میپرستند، خدایی که اینها میپرستند چگونه خدایی است که چنین بلایی بر سر مردم میآورد. از معاصران باز هم داریم آثاری؟ از معاصران خیلی زیاد هست آقای مهری. اگر من بخوام از کسانی که در این دوران در این زمینه‌ها سخن گفتم برای شما چیزهایی بخوانم، خب شاید یک سال آینده رو من بتونم با شما در این زمینه گفتگو کنم. ببینید، یکی از همین آدم‌هایی که اتفاقا دانشگاهی هم هست، اجازه بدید من اصلا نام آدم‌ها رو دیگه اینجا نیارم، میگوید در حدیثی دیگر زمین را بر گرده یک ماهی دانستند که موقع زلزله آن ماهی یک فلس خود را تکان می‌دهد و آن قسمت مربوط زمین تکان می‌خورد، که مسلماً این نیز بر اساس مکاشفه و شهود بسیار قوی معنوی و با مشاهده پدیده‌های کوچک و بزرگ در دین وارد شده است. خب بعد از امام جعفر صادق همین آقا نام می‌بره. برخی از این آدم‌ها آدم‌های دانشگاهی هستند، آدم‌هایی هستند که نام دکتر و مهندس و غیره رو یدک می‌کشند و از این پرت و پلاها می‌گویند. ذوالقرنین وقتی به سد یأجوج و مأجوج رسید، از آن رد شد، داخل در ظلمات گشت، ناگاه ملکی را دید که بر کوی ایستاده است. طول آن ملک 500 ذرا یا 250 متر بود. ماشاءالله به این اندازه. منظورش فرشته است، ملک؟ بله دیگه، ملک دیگه، بله. آن ملک، بله. من گفتم ملک، ببخشید. ملک. ذوالقرنین به او گفت تو کیستی؟ گفت من ملکی از ملائکه رحمان و موکل بر این کوه هستم، چرا که هیچ کوهی نیست که خداوند خلق نکرده است مگر این که از آن کوه تا این کوه رگه است. پس وقتی خداوند اراده کند که شهری را متزلزل کند، به من وحی می کند و من آن رگه را می لرزانم. تا چند اندازه بدبختی هایی که بر سر مردم می آید رو به پای یک نوع خشونت این خداوند الهی می زنند، می گذارند که بناست خداوند رحمان و رحیم باشد. اصلا این کجای رحمان و کجای رحم و کجای بخشندگی و بخشودگی است که خدا به این فرشته دستور میداد که سر کوه نشسته که الان این رگه رو بلرزان و شهری رو ویران کن. برای چی؟ و با این نوع داستان ها بیشتر امروز بر سر منبرها با مردم خب افسانه سازی میکنن. چون فرمودید که ببینید بیشتر این داستان هایی که از در بر سر منبر آخوندها از اون یاد میکنند، که خود اونها به هر حال خیلی تعداد شمار بسیار زیادی داره، کتابی است به نام مجمع الدعوات الکبیر، که این الدعوات هم مجمع الدعوات هم ببخشید این الدعوات هم خوانده میشود. این درباره طلسم و دعاها و اوراد نوشته شده، کتابی است به زبان فارسی، دست نوشته است این کتاب و او آمده از صدها کتاب روایی یک مجموعی رو جمع کرده و اینها رو گردم آورده به بسیاری از اونهایی که بر سر منبر آخوندها ازش سخن میگویند در مورد علوم غریبه یا ملاها و شیخها به قول معروف تعویض می نویسند یا سرکتاب باز می کنند، از همین کتاب آمده، کتاب همین الدعوات که همون دعوات کبیر است.
میگوید که از زبان علی ابن ابی طالب، طوفان‌های بلا را با دعا دفع کنید. دفع کنید بله. زیرا کسی که به بلای سخت گرفتار شده، از تندرستی که از بلا در امان نمی باشد به دعا نیازمندتر نیست. این بلا با دعا می تواند، با دعا خوندن می تواند رفع بشود. امام صادق یاد می کند که هر کس از بلایی که به او می رسد بترسد و درباره دفع آن به دعا برخیزد، خداوند هرگز آن بلا را بدون نشان ندهد. خب اگر این گونه دعا خواندن این همه تأثیر داره، چرا این همه آدم های نمازخوان و مسلمان و مکه رفته و حاجی گرفتار سرطان و بیماری هایی می شوند و از میان می روند؟ معلوم نیست این بلا چگونه با دعا خواندن از میان می روند. البته در دیگر نوشته ها، بله، یکی از نوشته های یکی از این آدم های دوران کنونی میگوید که وقتی فحشا زیاد شود زلزله نیز زیاد می شود. آقای امینی، بله، یه روایت هم هستش که از قول پیامبر، یه بخشش میگه پیامبر گفته زلزله وقتی می آید که زنان لباس های ابریشمی نپوشند. بله، این تن و بدنشون بله این آشکار میشه. این رو، این دیگه مربوط نیست به کتاب، این کارهای این آخوندهای بیپایه دوران کنونی. این رو بارها در کتابهای کهن یاد کردن. یکی از مواردی که من باید این رو از روی نوشته بخوانم برای شما، کتاب مستدرک هستش. این کتاب مستدرک الوسائل و مستنبت المسائل که معروف است به کتاب مستدرک، از کتاب‌های درسی حوزه‌های دینی است. این رو میرزا حسین نوری، مشهور به محدث نوری، از بزرگترین روحانیان دوران قاجار، آغاز دوران قاجار یا شاید میانه دوران قاجار فراهم کرده. این کتاب در واقع یک شرحی است بر کتاب وسائل شیعه حر عاملی، یعنی این کتاب رو خود او از خود نساخته، بلکه آمده بر کتاب وسائل شیعه حر عاملی که یکی از مهمترین کتاب‌های فقهی اسلامی است، آمده و بر او در واقع یک شرحی نوشته. حر عاملی هم شیخ محمد ابن حسر حر عاملی، این آدم در لبنان به دنیا آمده و از فقیهان برجسته سده 11 هجری است که کتاب وسائل شیعه رو نوشته. این آقای حسین نوری در ارتباط با همین موردی که شما فرمودید، از زبان پیامبر اسلام اینگونه یاد میکند که از وقوع یا غرق یا دفع شدن و مسخ و زلزله چاری نیست، یعنی اینها روی خواهد داد. فرمودند که ای رسول خدا، آیا در این امت، چون پیامبر به اون پیروانش گفته بر اساس سخن این آقای صاحب مستدرک یا آقای نوری، فرموده است که آقا حسین نوری، که پیامبر گفته که هیچ گریزی از رویدادهای مانند زلزله یا غرق شدن یا رویدادهای دیگر نیست، اینها پیش می آید. از باز به گفته این آقای نوری، از پیامبر پرسیدن که آیا در این امت، یعنی در میان امت مسلمان و امروز این اتفاق می افتد؟ خصوص می دهد که خیلی می بخشید، من باید یه چیزی رو ببندم، سر صدا می کنه، می بخشید. بله، رسول خدا فرمودم، این همون اشاره است که شما می‌فرمایید. آری، هنگامی که زنان خوانندگی کنند و زنا را حلال شمارند و ربا خورند
و شکار در حرم را حلال گردانند و لباس ابریشم پوشند. آقای موری شما کراوات ابریشم بستید امروز نه؟ بله. البته روز زنان میگه این رو. و لباس ابریشم پوشند و مردان به مردان و زنان به زنان بسنده کنند، یعنی همجنسگرایی رواج پیدا کنه. میگه اگر اون اتفاق بیفته دیگه زلزله و مردن و چیزهایی از این دست به گفته پیامبر قطع نیست. این درس فقهی حوزوی یکی از آخوندهای برجسته دوران قاجار است که او هم این کتاب این کار رو از یکی از کارهای برجسته یکی از آخوندهای بسیار صاحب نام دوران صفوی که در لبنان میزیسته از او یاد میکنه. قرآمدی این البته تاریخ بیشترم بخواهید اگر اشاره کنید حتما به گذشته دورتری هم خواهم رفت اگر علاقه‌مند باشید. تشریف ببریم به دور گذشته دورتر چون 8 دقیقه وقت داریم. بله، اجازه بدید که از کتاب از یکی از کتاب‌های خیلی معروف قدیمی‌تر، این مربوط است به همون دوران آغازین صفوی، کتابی است به نام کنز العمال فی سنن الاقوال والافعال، به نام کنز العمال معروف شده. یک کتاب روایی است از علاءالدین علی ابن حسام معروف به متقی هندی که از کتاب‌های جلال الدین سیوطی اینها رو جمع‌آوری و گردآوری کرده و خود این کتاب 18 جلد آقای مولوی 18 جلد میگوید که از امام جعفر صادق به هر که زلزله برخورد کرد این دعا را بخوانند. ببینید به هر که زلزله برخورد کرد، زلزله 10 ثانیه 15 ثانیه اتفاق میفته، کسی به زلزله برخورد نمیکنه. که حالا مثلا زلزله برخورد کرده باشه بگه آه کمی صبر کنید من این دعا رو بخونم، زلزله میآید و در زمان کوتاهی در حدود 10 ثانیه ویران میکنه همه چیز رو. ولی میگوید که اگر کسی به زلزله برخورد کرد مثل این است که با قوم خیشش خواهرزادش روبرو شده باشه. اگر شما با آقای مهری برخورد کردید این دعا رو بخوانید. خب برخورد انسان با انسان یا مثلا برخورد آدم ها با یکدیگر خب یک زمانه، با مثلا با فلان گاوی شما برخورد کردی یک رویدادی است که میتوانید زمان رو بسنجید، زلزله شما برخورد نمیکنید، زلزله به شما برخورد میکنه. میگوید که به هر که زلزله برخورد کرد این دعا را بخواند: ای خدایی که آسمان ها و زمین را نگه میداری تا نیفتد و اگر بیفتد بعد از او هیچ کس آنها را نگه نمیدارد، اوس بردبار، ارزنده بر محمد و خاندانش درود فرست. البته اینها عربی است، من فارسیشو میخونم. و بدی را از ما بازدار، چرا که تو بر هر چیز توانایی. هر که هنگام خواب آن را بخواند خواب بر سر او فرو نریزد. جناب موری شما هر شب که منزل میرید این لس آنجلس شهر زلزله خیزه. این دعای معروف امام جعفر صادق را از کنزل عمال هر شب بخوانید، مبادا در این خانه که هستید سخت بر سر شما ویران بشود. البته اگر سخت ویران شد و شما و من در میان نبودیم هیچ گواهی نیست که بگوید که این دعا رو شما خواندید یا نخواندید. من از کارهای کهن‌تر در این باره سخن میگویم. این کتابی است که میدانید به نام من لا یحضره الفقیه. یحضره الفقیه ولی من لا یحضره من و من لا یحضره الفقیه تألیف ابو جعفر محمد ابن علی ابن باویه یا باویه قومی نامبر به شیخ صدوق. این یکی از 4 کتاب معروف کتب اربعه است، کتب چهارگانه است. این کتاب رو ایشان نامش رو به تقلید از کار معروف رازی برگرفته. رازی کتابی داره من لا یحضره الطبیب، هنگامی که طبیب در میان نیست، یک راهنمای شفای خودآموزه، بسیار ارزنده ای هست. 1000 اندی سال پیش رازی این رو گرد آورده.
آقای شیخ صدوق این کتاب رو که در برگیرنده 5963 حدیث می باشد به عنوان یک راهنما خودآموز فقه نوشته. اگر فقیهی در دست نباشد که شما پرسشی از او بکنید، این پرسش ها رو من برای شما پاسخ دادم. مثلا امام باقر در نامه رسول گفته که در نامه رسول خدا چنین یافتم، نمیدونم کدام نامه، هرگاه پس از من زنا فاش شود مرگ ناگهانی بسیار گردد. هر بنده ای که پیش از آن که خدا بخواهد دعای زیر را بخواند، زلزله بر او فرو نخواهد. و یک کتاب دیگری همین شیخ صدوق داره به نام ثواب الاعمال و عقاب الاعمال، در اونجا هم باز از همین نوع سخنان به زبان می آورد. در بهار الانوار از زبان باز هم خداوند ببخشید از زبان پیامبر اسلام این گونه یاد میکنه، میگوید که از آمدن زلزله ناراحت نشوید، ملول نشوید، زیرا کسی که در مستحباتش آن را قرائت نماید خداوند هرگز زلزله‌ای بدون نرساند و با آن و با صاعقه و آفتی از آفات دنیا نمیرد تا اینکه به طور عادی بمیرد. یعنی کسی که کار نیک انجام بده زلزله او رو از میان نخواهد برد. خب این حرفای بسیار بیمایه، فرومایه و دروغین رو سالهاست به خود مردم داده، همه روز هم میدهن به جایی که جایی که داده بسیان زلزله یک عدیده نیست، باید برای اون آماده بود و سرین و چنان کرد ساختمان های درستی رو وجود آورد. مردم میگن که گران نباشید، زلزله شما رو از میان نخواهد برد اگر این دعا و یا آن کار نیک رو بکنید. وقتی هم که روی داد میگوین که درستی که شاید شما این ادعیه رو خواندید، این کارهای نیکو کردید، ولی رفتار بعد زنا زیاد شده بود، زنها رخت ابریشمی پوشیده بودند، مردان با مردان و زنان با مردان در هم آمیخته بودند و کارهایی صورت گرفته بود که این کارها خشم خداوند رو برانگیخت و خداوند زلزله بر سر مردم نازل کرد و شما که بخشی از این نیکان بودید اگر بلایی بر سر شما فرود آمد گناه رو برگردن دولت نگذارید که ساختمان‌های بسیار بدی ساخته یا اجازه داده که این بسازد و فروش‌ها با دزدی دارایی مردم ساختمان‌هایی بسازند که این گونه بر سر مردم ویران می‌شود. نه، این به دلیل افزایش زناست، به دلیل جنسگرایی است و چیزهایی از این دست. بسیار عالی است، نکات بسیار جالبی از این کتب تشیع فرا آوردید. خیلی ممنون از شما. سپاسگزارم از شما. تا هفته آینده آقای امینی عزیز. با سپاس از کارگردان برنامه آقای بهروز مشکینیار و با سپاس از همیهنانی که به این برنامه ها توجه می‌فرمایید. شب و روزتون.